با یاد و نام خداوند متعال، هموطن عزیزم سلام. بیننده برنامه خودتان خبرنامه هستید از تلویزیون تمدن و از پایتخت همیشه زیبا کابل جان، کابل انتحار، کابل مین چسبکی، کابل خون، کابل درد، کابل پول، کابل معاش ششلگی، کابل معاش 6000 افغانگی. بله، از کابل و از افغانستان با چنین شرایط با خبرنامه در خدمت شما هستیم. اما میفهمید تلختر از این شرایط دهشت و وحشت و تلختر از این جنایت روان این روزها چی میتونه باشه؟ بشنوید. و تلختر از او ای که ای حوادث داره برای مردم کابل عادی میشه، یعنی که خو میگره، عادت میکنن با ای، و ای بسیار خطرناک است. زمانی که مردم، جامعه و ملت در برابر یک پدیده شوم حساسیت خود از دست بده، در اون زمان شرایط بسیار خطرناک میشه و مردم داره عادت میکنن. واقعا روز یک دو انفجار و انتحار دارن میپذیرن که همچون شرایط تلخ بر از اینا تحمیل شده. بله، ببینید که چگونه میشه از این عادت کردن نجات پیدا کردن. ما فکر میکنیم یک راهش جناب امرالله صالح پیدا کردن. ایشان جناب صالح معاون اول رئیس جمهوری امروز در صفحه فیسبوک خود یک حرف بسیار جالب و در این حال شجاعانه زدن. خبر از این قرار است که جناب صالح گفتن اصلی ترین دلیل افزایش ترور در شهرهای بزرگ افغانستان است که اسرای طالبان فکر میکنن در هر صورت عفو میشوند و جزای اعمال خود را نمیبینند، و اضافه هم کردن که یکی از راه حل های اساسی این معضل اعدام شماری از دستگیر شده هاست تا درس عبرتی باشد برای متباقی طالبان. بله، جالب خبر است که بعد از 20 سال ارکان نظام به این نتیجه میرسند و شجاعت جناب صالح هم است که خود را زنده زنده در دهان حقوق بشر انداخته دیگه. همین حقوق بشری که طی سالها نمیفهم با تمام تشکیلات و عریض و طویلش چه منفعتی برای مردم ما و شما داشته، مطمئن باشید سر صدایشون میخزه که اعدام. اما خب خیر، یک طرف این قضیه، اما کامنت ها و نظرات کاربران فیسبوکی یک طرف. مثلا کاربر اینگونه نظر داده که آفرین، حرف مردم 19 سال میشود گفته میرود اما حکومت نمیشنود، اما شما تازه به این نتیجه رسیدید. هموطن دیگر هم نوشته بودن بله، هر زمان که دزد رشوت خور دستش قطع گردید، قاتل قصاص شد، حاکمیت اسلامی رونما شد، پس بدانید که مملکت آباد می شود. و کسی دیگری هم در خور تأمل نوشته بودند که هیچ افغان طرفدار نابود کردن افغان دیگری نیست، ولی اگر که یک افغان وطن فروش با کمک بیگانه ها و دشمنان خاک وطن دست به این اعمال می زند، باید در سر چهارراها به دار آویخته شود تا دیگران درس عبرت بگیرند. و از همه مهمتر هم پست خانم مورچل معاون سخنگوی ریاست جمهوری بود که بیش از 300 و چند بار تا وقتی ما دیدیم تایید شده بود. خانم مورچل نوشته بودن راه حل مناسب و در خور حمایت است، با تطبیق آن دردهای مردم اندکی التیام خواهد یافت. رئیس صاحب جمهور برای اجرای کردن این راه حل توجه جدی خواهند داشت. بله، امید که رئیس صاحب جمهور حداقل خواست معاون سخنگویشان را بشنوند، اگه مردم دیگر تا به حال نشنیدن. اما مسئله دیگر این روزها بودجه مالی 1400 حکومت است که پارلمان برای دومین بار به دومین طرح بودجه سال 1400 رأی منفی داد و او را رد کرد و تاکیدشان هم ایسته که تا زمانی که در معاشات کارمندان دولتی عدالت تأمین نشود بودجه را تصویب نخواهد کردند. البته هفته پیش دولت یک طرحی را داد که معاشات امتیازی را حذف کرده، اما آیا واقعا با حذف امتیازات از معاش، آن هم برخی از کارمندان، ما به یکسانسازی معاشات میرسیم و عادلانه بودن او را این کار تأمین خواهد کرد؟ بشنوید یک کمی از همین نوع معاشات ببینیم که چه خبر است. بستهای رسمی حکومت معاش کافی نداره و بستهای قراردادی معاشات گزاف و بسیار بلند به حساب و کتاب داره. از طرف دیگر خود این مسئله یکی از دریچه های فساد است. ما معاش 5000 افغانی داریم در این کشور تا معاش 5.50 و 6.00 افغانی. بگذاریم از معاشات دلاری که برخی اشخاص و افراد به نام مشاور و کارشناس در برخی از ادارات افغانستان دریافت میکنند. بله، از 5000 تا 5.00 افغانی که اشاره جناب سجادی هم به معاش کمیشنر و کمیسیون برگزاری انتخابات است که 6-7 ماه پیش بود بخلون که درخواست اضافه معاش داشتن و ریاست جمهوری هم با کمال میل قبول کرد و تقریبا 6.00 ناقابل معاش میگیرند ایشان.
اما یک مشکل دیگر که خلق شده به معاشی کارمندان دولتی است در این وقت ها. بلخصی که ماه قوس را اگه خاطرتان مانده باشه بخاطر که سال مالی خلاص میشد تقریبا دهم تا پانزدهم ماه قوس دریافت کردن و قریب به 50 روز میشه که با همو زندگی را میگذرانن و دولت هم مردم را ناخن و آگاه گیر کرده که چون پارلمان بودجه را تصویب نمیکنه لذا معاش هم درک نیست. اینی هم راه حل برای دولت مردا اگر البته اگر که قانونی فکر میکنن. ببینید د بودیجه د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکی او نظامی کارمندانو ته ماشونه نه جوړ کړی. د قانوني اساسي اتنوی ماده کچيري د ځینو عواملو لمخې د مالی کال تر پیل مخکې بودیجه تصویب نشي د نوې بودیجه تر تصویب پورې د تیر کال بودیجه تطبیقیږي. ایله کومه چې حکومت د قانوني اساسي د اتنوی ماده پر اساس باندې و ټولو حکومتي کارمندانو ته ملکی او نظامی کارمندان ته د قانوني اساسي د اتنوی ماده پر د حکم پر اساس باندې معاشات ورته اجرا کی. بله اگر پشت بهانه نمیگردید همون معاشات کارمندان دولتی را اجرا بکنید. اگر هم که زورتان از قانون اساسی بالاتر است خب وقتی هر چی دلتان است بکنید. منتها این بحث تا امروز طرف دیگرش نامشخص بود. امروز نزدیک غروب وزارت مالیه یک اعلامیه داد که بر اساس هدایت رئیس جمهور غنی وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری طرح همسانسازی معاشات را ارزیابی میکنه و کمیته مشترک هم وظیفه سپرده شده که امکان پذیری طرح افزایش معاشات را هم ارزیابی و پیشنهاد عملیشان را به نشست کابینه ارائه بکنند. بله من حرف خاصی ندارم، فقط در وزارت محترم مالی اگر که دلشان خاک زدن به چشم مردم نیست دیگه از پشت ترجور کردن نو نگردین. اون طرحی که بر اساس او دو سال است که کارمندان وزارت مالی معاش یکسان سازی شده میگیرن همون را پیش بکنید دیگه. اینا بخیر دو سال هم تجربه شد، خلاها و کاسیهایش هم برملا شد، دیگه نیاز نیست که دوباره کمیسیون و کمیته و یک طرح دیگه جور بکنین. بله در ادامه همین اعلامیه مطبوعاتی وزارت مالیه آمده است که رئیس جمهور غنی سه ماه پیش موضوع یکسانسازی معاشات کارکنان دولتی را در نشست کابینه مطرح کرده بوده اند. زنده باشه جناب رئیس جمهور که پیش بینی میکرده این مشکلات را و به غم مردم و کارمندان و معلمین بودن. من نفهمم که خب پس بندگان خدا در وزارت مالیه معاشات یکسانسازی شده ای دو سال وزارت مالیه بر کدام اساس بوده که دولت تازه بر شما طرح داده دستور داده سه ماه پیش؟ از او گذشته تا این سه ماه چی میکردید که این رقم هم خود هم ریاست صاحب جمهوری را در بلا ماندید و هم گپ پارلمان سر خود روا نفهم یک رقم روا کردید؟ خب سه ماه هیچ کاری نکردید که جناب رئیس جمهور دوباره مجبور شده که شما را و کمیسیون اصلاحات اداری را دوباره وظیفه بدن. خدا ببخشه شما را که جناب رئیس جمهور در چه بلایی انداخته اید. بگذارید معاشات اضافی یا معاشات امتیازی کسر شوه، معاش انتهایی که کمیسیون اشاره کردن که 17000 نفر معاش اختیاری داره که سقف بالایش 2,50,000 افغانی است، اگر ما این را کاهش بدیم به 1,50,000 یا کمتر ما با این میتونیم که هم طرح یکسانسازی معاشات تطبیق شوه و هم در معاشات معلمین و بعضی کارمندای 4,500 افغانی معاش میگره افزایش پیدا بکنه و هم یک اصلاحات قابل قبول در بودجه به وجود بیاد. بله از پشت صرفه‌جویی در مصارف تجملی نگردید. همین 17000 کارمند را معاش از 250 یا 2 لگ یا 2.5 لگ یا 1.5 لگ بکنید 70000 باور بکنید که کل معلمین و مملکت دعایتان خواهد کرد. اما یک راه دیگر هم هست، مصرف گوشت و ترکاریتان را کم بکنید. با این کار نه تنها معلمین بلکه کل مملکت سر خواهد شد. باور نمیکنید؟ اینی هم سندش. اما شما و خدا، شما و راستی تا حال چند رقم گوشت خورده باشید؟ فقط شمار بکنید که کدامتان میتونید که 17 رقم گوشت نامشه فقط بگیرد، حالا خوردنش خواهد یک طرف. ببینید جناب رئیس، یکی از دفاتر که مربوط ریاست جمهوری است قرارداد 17 نوع گوشت کرده. 17 نوع گوشت شما ببینین که قرارداد کردن که گوشت بودنه، گوشت کاو، گوشت هر عنوان شما ببینین که چندین نوع گوشت آوردن بر قرارداد میکنن بر ریاست جمهوری یا به اداره امور یا به دفاتری که مربوط ریاست جمهوری هستن. مردم نان نمیافه بخوره، 17 نوع گوشت قرارداد میکنن. باید یک باری بررسی شود که چی نوع گوشت است که 17 نوع گوشت به
قرارداد میتن. بله، گوشت گوسفند بود، گوشت شتر، گوشت گاو، گوشت مرغ، گوشت بودنه، گوشت کبک، چند رقم شد؟ 6 رقم. خب گوشت بره، گوشت گوساله، گوشت آهو، گوشت مرغابی، یعنی میشه تقریبا 10 رقم. دیگه گوشت ماهی داریم، گوشت ماهی قزلالا، گوشت ماهی خاردار، یعنی تقریبا 12 رقم. من دیگه رقم گوشت رو نمیشناسم. آه راست، گوشت فیل مرغ هم هست، گوشت بوز هم هست، یعنی میشه 14 رقم. گوشت دیگه رقمش من واقعا نمیفهم دیگه. نوشی جان ارگیا 17 رقم گوشت. اما رقم گوشت خوردن طبیعتا سخت است که کنارش ترکاری نباشه آدم پیج میشه. ببینید که چقدر ترکاری خورده باشن. بشنوید. 30 میلیون دلار تنها ترکاری بابی از اینا است جناب رئیس. 30 میلیون دلار تنها ترکاری بابی از اینا است جناب رئیس. بیره یک بار ما و شما ببینیم عدالت تنها در معاشات نه، در قراردادها باید به وجود بیاید که قرارداد مطابق ضرورت مردم و ضرورت کشور باید حق شود، نه آن چنانی که اونا میخواهند. بله، 30 میلیون دلار فقط ترکاری نوشجان کردن، اونم در ارگ. من نفهم چند نفر است. چطور در ارگ هیچ کس، من فکر میکردم که چطور در ارگ هیچ کس کرونا نگرفته یا اگر گرفتم راهی دیار ابدی نشده، خوراکشان خوب بوده. باور کنید مردم، همین خوراک که خوب باشه، کرونا که هیچ، همین پدر کرونا هم آنتن نمیده. 30 میلیون دلار ترکاری خوردن، باور کنید که کل گوسفندهای کوچی ها رو در افغانستان میشد یک ساله با این مبلغ برشان علوفه تهیه کرد. نوش جانتن. خدمت هر شود که همه میدانیم یک از ویژگی های این حکومت چه در دور قبلی چه فعلا پیش بردن امور مملکت توسط سرپرستان است. اما در همین اوضاع جناب رئیس جمهور تایی صحبت های در روزهای اخیر گفتند که موضوع موجودیت ده ها بست سرپرستی در وزارتخانه ها و سایر تشکیلات دولتی قابل قبول نیست و باید افراد شایسته و متعهد به وطن و مردم در ادارات خدمات ملکی افغانستان استخدام شوند. بله، حرف کاملا خوب و به جای است، اما به شرطی که از وزارت معارف و ریاست بانک ملی افغانستان شروع شود و بالاخص وزارت صحت عامه که مدیریت بحران کرونا را که از اهم موضوعات فعلی هم هست، اما در حال حاضر حتی وزیر صحت نداریم، از اینجا باید شروع بکنیم. بله، بحث سرپرستان بی مسئولیت است. همین حال بانو رنگینه حمیدی که رأی عدم اعتماد را هم از پارلمان گرفتن، اما با جناب رئیس جمهور به ولایت به ولایت چکر میزنند و مکتب افتتاح میکنند. من نمیفهمم که چرا، بر اساس کدام قانون. بگذاریم. ایشان اما هنوز پشت همون معینیت تعلیمات اسلامی را رها نکردن و در تازه ترین طرحشان یک کارهایی کردن که خودتان بشنوید. فقط به این میگن که با پنبه سر بریدن. متاسفانه میبینین که از رهبری وزارت وقتی شروع میکنین میبینین که افراد متخصص و با تجربه کم دیده میشه. هر روز تغییر در تشکیلات، هر روز پایین بالا بردن بستها، ادغام کردن ادارات یا لغوش، شما شاهدین. شما میبینین در همین چیزی که جدید اینا تشکیل کار کردن، قامریت تعلیمات اسلامی ولایات مدغم شده با تعلیمات عمومی. وقت شما قامریت های تعلیمات اسلامی در ولایات مدغم کنین، معینیت تعلیمات اسلامی خود به خود بیمفهوم میشه و نتیجهش چی میشه؟ همون خواست قبلی که داشتن، حذف معینیت. بله، ایشان با این هوشیاریشان حیف شد که رأی اعتماد نگرفت از پارلمان. اما جناب رئیس جمهور که موجودیت ده ها بس سرپرستی در وزارتخانه ها و سایر تشکیلات دولتی قابل قبول نمیدانند، خوب است بدانند که جناب رئیس بانک مرکزی هم به همین صورت در تضاد با تمام قوانین بر ریاست خود در افغانستان بانک ادامه داده و روان هستند. و یک نکته هم تقدیم به هموطنان عزیز که در مورد حضور جناب ایشان در بانک مرکزی است. علاوه بر دگردن گفتنیش همین وکیل صاحب، مقصد یک وقت نشود که بانک مرکزی خالی باشه. ببینید جناب رئیس صاحب جمهور و اطرافیاش به نیروهای ملی باور کمتر دارند. پی پی اس او طرف تعدادش ارقامش بالا برده رایستند با معاشات بلند و از طرف دیگه میدان هوایی ساعاتی را به کنترل اینا میارند. این چی پیام به مردم افغانستان میرسانه؟ نشوه روزی که یک وقت به بانک ملی سر بزنین یک افراد غیر مسئول اداره داره که همه اسارا به بیرون انتقال داده باشند. توجه جدی تو نه در این بخش خواهان هستم جناب رئیس صاحب. و با فیسبوک در خدمت شما هستیم. از
محترم عالمی بلخی وزیر اسبق مهاجرین و عودت کنندگان شروع میکنیم که نوشته کردن در این روزها بحث حکومت موقت برای صلح داغ‌ترین موضوع روز است. مخالفان و موافقان حکومت موقت به صورت افراطی از موضعشان دفاع میکنند. در ادامه ایشان مینویسن واقعیت این است که ادعای هر دو جانب عاری از حقیقت است. استعفای حاکمان فعلی و تشکیل حکومت موقت مساوی با نابودی جمهوریت نیست. در همین قانون اساسی ماده 67 حالت استعفای رئیس جمهور را پیش بینی کرده است. در این حالت حکومت موقت مطابق احکام ماده 67 و 68 قانون اساسی به وجود می آید. در شرایط موجود که بحران ناامنی روز افزون است و افراد ملکی هر روز قتل عام می شوند، اگر رئیس جمهور و معاونینش به خاطر منافع اولیای کشور استفاده کنند، حکومت موقت به وجود می آید که مخالف هیچ اصل از اصول جمهوریت و قانون اساسی نمی باشد. از جانب دیگر راه صلح منحصر به حکومت موقت نیست. اگر طالبان بپذیرند که به خاطر منافع اولیای کشور تحت ریاست رئیس جمهور فعلی در قدرت شریک شوند، امکان دسترسی به صلح بدون حکومت موقت هم میسر می شود. دو کاریکاتور زیبا ببینید. افتخار بود همراهی شما.